السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و اجل فرج و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحثی که در خدمت دوستان در عنوانی که مرحوم علامه ذیل آیه 164 سوره بقره قرار داده بودند، کلامون فی استناد مصنوعات الانسان الالله سبحانه، به واسطه این که در این آیه شریفه حرکت فلک رو در کنار آیات تکوینی قرار داده بود، با اینکه حرکت فلک در دریاها به اختیار انسان و به ساخت و صنع انسان محقق شده و با تدبیر انسان این کشتی ساخته شده و در دریا جریان پیدا می کند، با این حال حرکت فلک و ساخت فلک رو به عنوان آیه‌ای در کنار آیات تکوینی قرار داد. بحث مرحوم علامه در این بود که این آیه رو در کنار آیات تکوینی قرار داد از باب این است که از باب ملاک و منات یه حقیقت واحده هستند. چرا؟ چون اون چه که فی نفسه و مستقیمن به واسطه خدای تعالی ایجاد می شود، یا اون که به واسطه افعال الهی و مخلوقات الهی ایجاد می شن، از جهت انتصابشون به خدا واحده. این گونه نیست خدای تعالی ذوات اشیا را خلق کند و افعال اشیا توسط ذوات فقط خلق شود و ایجاد شود، بلکه با این آیه شریفه این نسبت را تصحیح می کند اگر در ذهنی هست که افعال اشیا توسط اشیا و بدون استناد به خدا، ولی ذات اشیا به استناد با خدا ایجاد می شود. این را تصحیح می کند که همه اشیا و افعالشون مستقیماً صنع خدا هستند، هرچند نسبتشون به اون ذات مانعی ندارد. فاعلیت الهیه نسبت به اشیا و افعال اشیا طولیه نیست، عرضیه هم نیست. طولیه نیست به چه معناست؟ به این معنا طولیه نیست که خدا فاعل طولی، به این معنا که در سلسله و در اذن و اون گوش قرار گرفته باشد و از طریق وسائط فقط فاعلیتش رو اعمال بکند نیست، بلکه در کنار اینکه وسائط در کار است، خدا فاعل است. نه اینکه به واسطه وسائط فقط فاعل است که حقیقتا فاعلیت به وسائط خورده باشه، خدا هم چون فاعل وسائط فاعل باشد. نه، خلقکم و ما تعملون، یعنی خود خدای تعالی همچنان که نسبت به ایجاد موجودات خالق است، نسبت به ایجاد افعال و اعمال موجودات هم خالق است. در عین اینکه این خالقیت منافی با خالقیت سلسله اسباب هم نیست. پس دقت بکنید، فاعلیت خدای تعالی طولی نیست، به این معنا طولی نیست که احاطی است، فوق طولیت است. نه طولی نیست یعنی در عرض است، چون فاعلیت عرضیه که شریک و ند میشه، او که همتا و شریک و در حقیقت اینگونه میشه، او که غلط تره. اما طولی نیست به این معنا که فاعلیت خدا در طول فاعلیت اشیا، به این معنا که اشیا کارند و خدا چون فاعل اشیاست به واسطه این فعل اشیا هم منتسبه به اوست. نه، اینگونه نیست. این رو از ذهنمون که رهزن خیلی ها بوده و باعث شده که خیلی از شبهات و اشکالات تو ذهن ها ایجاد بشه، از ذهنمون دور بکنیم که خدا فاعلیتش نه طولیه است به این معنای که عرض کردم، نه عرضیه است که راه ندارد که اتفاقی است که عرضیه نیست. یعنی یه فاعلی در کنار فواعل دیگه، مثل فواعل دیگه یه فاعل دیگری نیست، بلکه فاعلیت خدا نسبت به اشیا و افعال اشیا و آثار اشیا فاعلیت احاطیه است. یعنی همون گونه که فاعل اشیا است، فاعل اعمال و افعال اشیا هم هست. تونستم عرض رو در حقیقت مختصر و مفید برسونم؟ ایشالله میگه مختصرش مختصر نبود، اما ایشالله مفید باشه. پس این نوع فاعلیت اگر انسان این رو این گونه فهمید و قبول کرد، اون موقع دیگه خیلی مسئله ساده میشه، نه به تفویض کشیده میشه که تفویض بگن تا اینجا خدا فاعل بود، از اینجا به بعد انسان فاعله. خدا انسان رو خلق کرد، اما آثار انسان مخصوص انسانه دیگه، این تفویض دیگه. یا به جبر کشیده نمیشه که خدا فاعل است و
و بقیه اشیاء هر فعلی که ازشون سر میزند به قهر و جبر است. نه، این فعل اشیاء به اشیاء مستند است حقیقتا، اما در این حال فعل اشیاء و خود اشیاء به صورت محاط نسبت به خدا و خدا نسبت به محیط نسبت به اونها قیوم اونهاست، یعنی در حقیقت ذات حضرت حق قیوم ذات اشیاست و قیوم فعل اشیاست. این گونه نیست که فقط قیوم ذات اشیا باشد، بلکه همان گونه که قیوم ذات اشیاست قیوم فعل اشیا هم هست، قیوم آثار اشیا هم اوست. لذا خلقکم و ما تعملون. این خلاصه بیانی است که در این کلام فی استناد مصنوعات الانسان الی الله سبحانه بیان شده. بله بله، ببینید حالا این مسئله خیلی در حقیقت فروعات پیدا میکند، از جمله همین آیه شریفه که حضرت عالی الان فرمود بیان کردید. این آیه شریفه هم به نحوی به این دلالت دارد، منتها این دلالت ها هر کدام به جهتی ناظر است. اونجا به کمال اولی و کمال ثانوی اشیا دلالت میکند که کمال اولی اشیا رو خدا داده، یعنی خلق اولی کانه تامشون رو، کانه ناقصشون که خلق ثانیشون باشه کمالات ثانویشون هم باشد، اون هم در حقیقت هدایت اونها که هدایت اونها هم کمالات ثانوی اونها رو هم خدا داده، یعنی حد وسط در اونجا به لحاظ چی هستش؟ به لحاظ ابتداء وجود اشیا و مسیر وجود اشیا تا رسیدن به خداست. اما در این حال یکی از فروعات همین مسئله است، در این حال یکی از فروعات همین مسئله است اونم که الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، که هدایت اشیا هم در کمالات ثانویه و کمالاتشون مطابق خلقشون به واسطه خدای تعالی و توسط او انجام میشه. در اینجا منتها این شبهه‌ای که مطرح بود که بعضیا فکر میکردن اگر نظام علیت رو و قبول خدا رو قبول کردن به واسطه این است که جهل به علل داشتن، چون جهل به علل داشتن خدا رو در بعضی از علت ها که نمیشناختن قبول کردن. مرحوم علامه این شبهه رو دفع کرد که نه، در همه اشیا اونجایی که علت روشن است و اونجایی که علت روشن نیست در همه اینها علیت رو قائلن و علیت رو در حقیقت در همه اینها به یک سلسله متصل میدونن. این گونه نیست که سلسله اشیایی که علتش روشن باشد رو بی نیاز از خدا بدونن و اونجایی که روشن نیست رو به خدا منتسب بدونن، که اگر علم پیشرفت کرد و همه اشیا رو علتش رو شناخت دیگه بگیم پس به خدا نیازی نیست. این رو در حقیقت دفع شبهه کردن که دیروز گذشت. بعد ایشون در ادامه این شبهه و دفع شبههی که گذشت میفرماد و من عجیب المناقضه، این رو نخوندیم که و من عجیب المناقضه این است که اینها در بعضی حرفا جبری میشن، در بعضی جاها همین هایی که اظهار جبر میکنن میگن در همه عالم سلسله علل در کاره و سلسله علله که داره این کارا رو میکنه و جبر در عالم اختیاری نیست. به انسان که میرسن گاهی میبینید که خیلی در حقیقت انسان محور قوی میشن، یعنی میرسن به انسان میگن انسان محوریتش و تأثیرش نسبت به اشیا مستقله. خب مگه میشه آدم در نظام عالم به جبر معتقد باشد در کل عالم، اما در انسان که میرسه چی بشه؟ استثناء باشد. استثناء در نظام قانون عقلی که راه ندارد، که اگر این قانون عقلی است که همه جا علیت در کاره و جبر به تعبیر اینها که علیت رو به جبر تعبیر میکنن، اگر این گونه است پس باید در انسان هم چی باشه؟ همین گونه باشد. اگر نه این گونه نیست، افعال در اینجا علتش وقتی انسان شد متوقف میشه دیگه، علیت ادامه نداره. خب پس معلوم میشه که در جاهای دیگه هم باید همین رو شما چی بشید؟ قائل بشید، چون این نظام نظام یک حقیقت واحد است و در همه اینها یک حقیقت سرایان دارد. و من عجیب المناقضه فی کلامها اولائه انهم قائلون فی الحوادث و من جملتها الافعال الانسانیه بالجبر المطلق، چون قائلن در همه حوادثی که در عالم محقق میشه علت و معلوله، علت و معلوله جبره، یعنی دیگه در حقیقت اونجا جای اختیار نیست چون علت و معلوله و علت و معلول یعنی جبر دیگه، یعنی وقتی علت و معلول شد به تعبیر اینها و وقتی علت هست الاشیء ما لم یجب لم یوجد دیگه، وقتی واجب میشه در حقیقت چی میشه؟ موجود میشه، یعنی به مرحله ایجاب باید برسد تا وجود پیدا بکند، یعنی جبر میشه. بالجبر المطلق فما من فعل ولا حادث غیر این فعل، چه فعل باشد چه غیر فعل،
الا و هو معلول جبری للعلل عندهم، اینا رو همه رو معلول جبری علل میدونن و هم معذالکه، اما با همه این قاعده کلی که به عنوان نظام علیت جبری قائلن، معذالک یزعمون ان الانسان لو خلق انسانا آخر کان غیر منتهن الى علت العالم لو فرض له الا، اگر در حقیقت انسانی انسان دیگر رو فرزند خلق کرد، درسته؟ این خلق این انسان توسط این انسان دیگه غیر منتهن الى علت العالم، دیگه منتهی به علت عالم نمیشه، چون انسان در اینجا چی شده؟ انسان دیگری رو خلق کرده، این انسان میشه در حقیقت فعل اختیاری، این میشه در حقیقت منتهی به این میشه، به انتها به نظام علیت عالم پیدا نمی کند، که این در حقیقت اینجا استثناء قائل شدن، که اینجا میخواستن اینها فعل انسان رو به خصوص در جایی که اگر فرض خلق دیگری در کار باشد، اینجا به اختیار انسان ببینن، که معامله شون هم بر همین اساس با انسان، لذا انسان رو قانون میگذارند، عقابش میکنن اگر تخطی بکنه از این، یعنی فعلش رو چی میبینن؟ اختیاری میبینن. اگر این گونه باشد، نه عقاب دیگه معنا پیدا میکند، نه در حقیقت جزاء ثواب معنا پیدا، چون فعل اجباریه، فعل به صورت جبریه، برای این در حقیقت این که بخوای این رو شکر بکنی نسبت به او، جزای حسن به این بدی و یا سوء در حقیقت و عقابش بکنی، دیگه راه ندارد. اختیار انسان آیا خودش یه حقیقت و موجودی هست یا نیست؟ اگر یه موجوده، اونم با تو سلسله علل باشد، اگر تو سلسله علله، باید اونها در کارشون جبر میشه بازم، یعنی اشیاء ما لم یجب لم یوجد، یعنی همون شبهه‌ای رو که جبریون بهش مبتلا شدند، مجبورن در حقیقت، غیر از اون است که ما قائلیم به این که خدای تعالی میتواند فاعل مختار هم خلق کند، و اگر کسی بگه خدا فاعل مختار نمیتواند خلق بکند، نقص در فاعلیت حضرت حق است، که این گونه نیست که تو نظام عالم خدای تعالی امکان فاعل مختار در عالم باشد، ولی خدای تعالی قدرت بر خلق فاعل مختار نداشته باشد. حالا این دلیل، یه دلیل بحث مسئله است، اما این که نظام اختیار منافی با نظام علیت نیست، اینها این رو حل نکردن، اینها نظام علیت رو جبر میدونن، اما این که نظام علیت علتی که خدای تعالی است، احاطی است، قیومی است، و علت قیومی در حقیقت منافی با این نیستش که انسان در فعلش مختار است، اما در این حال فعلش و ذاتش تحت قیومیت حضرت حق است، یعنی او این گونه میخواهد که این مختار باشد، و اختیار اون هم تو حیطه اراده الهیه است، تو هر جهتی که انتخاب بکند از مملکت حق خارج نیست، از حاکمیت حق خارج نیست، این گونه نیست که یه فعلش مطابق با حاکمیت حق باشد، فعل دیگریش از مملکت حق چی شده باشد؟ خارج شده باشد. عین المفر، کجا میشه در حقیقت؟ بله، نظام اسناد و نظام ایجاد متفاوته، البته به لحاظ نظام اسناد این فاعل مختار است، اما به لحاظ نظام ایجاد سلسله علیت در کار است، هیچ با هم دیگه منافات هم ندارن، که قسمتی از بحث دیروز گذشت و مفصلش در همون بحث صفحه 91 به بعد که بحث جبر و تفویض بوده و مفصل آمده، اونجا گذشته. لذا ایشون میفرماید که و هم معذاله گزعمون ان الانسان لو خلق انسانا آخر کان غیر منتهن الى علت العالم لو فرض له الا، اگر برای عالم علتی بخواد باشد، چون اینا قول مادیون دیگه، اول گفت طائفتون منهم و هم اصحاب الماده، که من المنکرین لوجود الصانع هستن، اگر برای او علتی باشد، یه علت واحدی باشد، اینا میگن به او منتهی نمیشه دیگه، در همینجا متوقف میشه. و حالا اینجا ایشون این مقدمات رو در سه مقدمه خلاصه میکنه، این بحث رو که کرده، این مقدمه اولین است که هذا المعنى الذي قلنا على لطفه و دقته و ان لم يقدر على تقرير فهم العامي، اگرچه مردم انجام میدن این رو باور دارن، اما اگه بخوان بیان کنن بیان ندارن، چون بیانش سخته، که نظام علیت در عالم هست، نظام علیت در عالم بودنش همه به این مقرن، اما تو بیان ممکنه، تو وقت بیان، وقتی میخوان بیان کنن، میبینید که طور بیانها مختلف میشه، اما همه در فعلشون و نگاهشون این است که عالم نظامش نظام علیست، و این لم یقدر علا تقریر هل فهم العامی از سازش لکنه موجودون علال اجمال فی اذهانهم،
یعنی در اعمالشون تفصیلا این رو انجام میدن، اما تو ذهنشون اجمالا بهش علم دارن. تنافی بین این دوتا نیست دیگه. انسان تو عملش قاعده علیت رو دائما داره چیکار میکنه؟ رعایت میکند، خارج از او انجام نمیده، اما تو نظام فهمش که علم به علمه اجمالا میشناسه مسئله رو، ازش بپرسی اجمالا میتونه جواب بده نه تفصیلا. فی علل اجمال فی اذهانهم حیث و قالو، چی میگن مردم؟ به استناد جمیع العالم به اجمعهی علل اله سانه. علل اله سانه که میگیم نه خدای واحد، علل اله سانه، ممکنه این اله متعددم باشد. این در حقیقت اون علت العلل هم ممکنه چی باشن؟ تو این مرتبه ها، تو این مقدمه متعددم باشن، اما اینها به هر جایی که میرسن علت رو میبینن، علت اون علت رو هم میخوان که اگر این علت اینه، او چرا در حقیقت، او از چی ایجاد شده. هر معلولی رو به دنبال علتش هستن تا برسن به علتی که چی باشد؟ تو مقدمه دوم، ثم ان البراهين العقليه التي اقامت هل الهيون من الحكماء الباحثين. این دیگه ذهن عامی مردم نیست، این فرا در حقیقت عام است، بلکه حکما هستن که در اینجا از این قانون اجمالی که مردم فهمیدن تدقیقش میکنن، دقیق میشن، میگن پس باید سلسله ممکنات به واجب منتهی شد، یعنی باید تو سلسله ممکنات حتما در حقیقت چی باشه؟ این طرف این حتما واجب باشد. حالا یکی باشد یا دوتا باشد، بازم تو این هنوز بحث نیست. ممکنه بگی سلسله عالم به دو واجب منتهی میشد، بازم اینجا اشکالی نداره، تنها تو این مقدمه ها، نه خدا دوتا باشه اشکال نداره ها، تو مقدمه دوم هنوز به وحدت کار نداریم. فعلا تو مقدمه اول گفتیم سلسله علل در کاره، مردم این رو میفهمن. تو مقدمه دوم گفتیم حکما این رو بیان میکنن که سلسله علل که ممکناتن باید به واجب منتهی شود. تو مقدمه سوم میگیم که در حقیقت چی هستش؟ این نکته نهایی است که اون واجبی که سلسله علل بهش منتهی میشود یک واحد است. پس این سه مرتبه است. اول سلسله علل مردم میفهمند، دوم سلسله علل باید به واجب منتهی بشود، حکما میرسن، بعد در مسئله سوم حکمای الهی و قول قرآن این است که اون واجب واحد است. علل است که در فلسفه است، منتها مردم هم بعضی از علل مؤده رو چی میبینن؟ چون علل مؤده هم علت میبینن، به همون نسبت برای علت مؤده هم علت میخواد، البته اونم علت میخواد، یعنی به نحو قابلی، به نحو سوری، به نحو علل اربعه که در کاره، چه علت قابلی باشد، چه علت سوری باشد، چه علت فاعلی باشد، چه علت غایی باشد، علل اربع، مردم گاهی یکیشو میبینند، گاهی در حقیقت به یه جهتش که به لحاظی که یه دونه باشه مؤد میشه، تام نیست دیگه، درسته؟ وقتی که همش با هم باشه میشه علت تام دیگه، درسته؟ وقتی اینها ممکنه مردم علت تام رو نبینن، اما همین مقداری که علت رو میبینن یا معلول رو میبینن به دنبال علتشن، و علت او رو که میبینن به دنبال علتشن، اما ممکنه به علت تامش هم دست پیدا نکنن و اجمالا بشناسن. ثم ان البراهين العقليه التي اقامت هل الهيون من الحكماء، این مقدمه دومه، من الحكماء الباحثين اقاموها، بعد این به اصطلاح براهین رو اقاموها بعد اثبات عموم العلیه که مردم تو رتبه قبل پذیرفته بودن. عموم العلیه تو رتبه اول پذیرفته میشه، تو رتبه دوم انتهای سلسله علل به واجبه، حالا این واجب یکی یا دو تاست فعلا کاری ندارن، و بنو فیها علا وجوب انتهاء العلل الممکنه الى علت واجبت الوجود و استمر رو علا هذا المسلک من البحث، این بحث رو منذ الوف من السنین، هزاران سال حکمای مختلف همه این رو در حقیقت کار کردن، بیان کردن، منذ الوف هزاران سال است، من اقدم عهود الفلسفه الى یوم نهازا و لم یرتابو فی استناد المعلولات التي معها علله طبیعیت الممکنه، شک نکردن در اونجایی که علت طبیعی رو فهمیدند، متوقف نشدن که گن تمام دیگه، همون رو هم دنبال علتش میکردن که اون علت طبیعی هم علتش چگونه است. لذا این گونه نیست که فقط در مجاهیل العله، مجهول العله دنبال انتساب به خدا باشن، بلکه در معلوم العله ها هم دنبال علت اون علت هن. همینجور سلسله علل رو ادامه میدن. پس فلیس استنادهم الى العله الواجبه لاجل الجهل بالعله الطبيعيه و في المعلولات المجهوله مجهولات الاله كما يتوهمه هؤلاء. اینم مقدمه دوم. اما مقدمه سوم، مقدمه سوم این است که ثم ان القران، یعنی این دیگه در حقیقت
از مرتبه حکما چی هستش؟ مسئله میره بالاتر. هرچند حکما هم برهان در اینجا مطابق با چیه؟ قرآنه. یعنی عرفان و برهان و قرآن در اینجا که یه حقیقت واحد است متفق میشن. ثم ان القرآن المثبت توحید الاله، که اینجا دیگه وحدت صانعه. انما یثبته مع تقریر جریان قانون الالیت العام بین اجزاء العالم، اون مقدمه اول رو قبول دارد. و تسلیم استناد کل حادث الى علت خاصه به، و تصدیق ما یحکم به العقل السلیم فی ذلک، همه اینا رو تصدیق میکند که عموم مردم هم پذیرفتن، حکما هم پذیرفتن. فانه یسند الافعال، قرآن اسناد میده افعال طبیعیه رو الى موضوعاتها و فوائلها طبیعیه، در این حال و ینسب قرآن نسبت میده الى الانسان افعاله الاختیاریه فی آیات کثیره. یعنی در اینی که همه افعال طبیعیه رو و فوائل طبیعیه رو همه رو نسبت به خدا میده، در این حال افعال انسان رو به انسان نسبت میده. بعد آیاتی رو میاره ایشون، میفرماید که الله خالق و کل شی، که جمیع رو به خدا نسبت داده بدون استثناء. الله خالق و کل شی، هر چیزی که اطلاق شی بهش بشه خدا فاعلشه، خالقشه. حالا آیا فعل انسان شی اون یا لیسه بشه؟ فعل انسان هم شی اون دیگه، پس فاعل فعل هم خداست. یا ذالکم الله ربکم خالق و کل شی لا اله الا هو، که این لا اله الا هو هم قبلا همین تازه تفسیرش گذشت. و قال تعالی الا له الخلق والامر، آیا خلق و امر منصوب به او و منتسب و ملک او هست یا نیست؟ اگر کسی خلق و امر رو دو عالم خلق و امر گرفت، یعنی عالم امر عالم مجردات و عالم خلق عالم ماده، این یه بیانه، یعنی همه اول. اگر کسی الا له الخلق و الامر، امر رو به معنای چی گرفت؟ شؤون اون خلق گرفت. یعنی الا له الخلق و الامر که شؤون خلق باشد، اونم باز همین مسئله رو نسبت میده. لذا اونجا خلق عام میشه در معنای دوم، خلق هم مجردات رو شامل میشه، چون خالق گاهی استعمال شده هم مجرد رو شامل میشود و هم مادی را، اگر که به تنهایی آمده باشد. اما اگر خالق در کنار امر بیاد، منظور از امر هم مجردات باشند، چنانچه مرحوم علامه این استفاده رو میفرمایند در تفسیر بعدن، اینجا خلق در قبال امر، خلق نسبت به عالم مادیاته که تنزل پیدا کرده است و امر نسبت به عالم مجرداته. بعد ایشون اثبات میکنه این رو هم در تفسیر قرآن به قرآن، یکی از جهاتی که اثبات میکند که انما امره اذا اراد ان یقول لشیء کن فیکون. امره، اون امر مرتبه علت عالم ماده است که میشه مجردات. امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن، اون کنه، مقام کن، فیکون خلق میشه. اذا اراد ان یقول لشیء کن میشه امره، فیکون میشه خلق، اون موقع او بحث دیگه. اما اگر کسی خلق رو به معنای عام گرفت که الله خالق کل شیء، اینجا خالق عام است، هم مجرد رو شامل میشه و هم مادی رو شامل میشه. خب بعد میفرماید که وقال تعالی له ما فی السماوات و ما فی الارض. له وقتی به خدا استناد داده میشه یعنی چی؟ اینو تو سوره حمد خوندیم، درسته؟ الحمد لله رب العالمین، که اونجا بعد در حقیقت اونجا بیان شد که مالکیت، مالکیت حقیقی است. مالکیت حقیقی یکی از شؤونش خالقیته، یکی از شؤونش رازقیته، یکی از شؤونش در حقیقت رب بودن و صاحب بودنه. چون اونجا لهو غیر از لهوست که برای ما، لهو در ما، مثلا این کت برای من است، این عبا برای من است، این کتاب برای من است، دو چیز نسبتی بینشون برقرار کردیم. اما در رابطه با خدای تعالی اضافه، اینو بهش میگن اضافه مقولیه، دو چیز باشد به هم نسبت داشته باشن، اینو تو به اصطلاح فلسفه میگن اضافه مقولیه. یعنی مثل همون مبحث اضافه است که تو مقولات نهگانه عرضیه میاد، که یکیش یکی از مقولات مقوله اضافه است، درسته؟ اینو میگن مقوله اضافه، از اون اضافات در حقیقت مقولیه. اما در نگاه قرآنی و در نگاه دقیق، اضافه وقتی مطرح میشه لهو میاد برای خدا، اضافه حقیقیه است. تعبیرشون در فلسفه اضافه اشراقیه است، یعنی اضافه‌ای که یه طرف بیشتر نداره که اوست، دقت میکنید؟ او در حقیقت طرف بعدی را با همین نسبت ایجاد میکند، با همین رابطه، نه اینکه یه طرف خداست یه طرف اونه، بعد بین این دوتا رابطه برقرار بشه. این اضافه مقولیت نسبت به خدا راه ندارد. اگر میگیم لهو در حقیقت ملک و سماوات، لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی این لهو همون ایجاد سماوات و الارض است،
نه اینکه لهو یعنی سماوات و ارضی هست، بعد این سماوات و ارض هست، خدا هم هست، بعد اینا مال خداست. این نسبت اضافه مقولیه میشه. نسبت به خدا اضافه مقولیه راه ندارد. اگر میفرماید لهو ما فی السماوات، لهو در حقیقت ملک السماوات، یا در حقیقت لله ما فی السماوات که انواع تعبیرات آمده، همون ایجاد است. تو همون نسبت ایجادیه داره در حقیقت این مالکیتش هم چی شده؟ محقق است. لذا در روز قیامت که آشکار میشه لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، اونجا معلوم میشه که هیچ چیز دیگری در کار نیست. چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم درکشد. اونجایی که او با مالکیتش ظاهر شود، هیچ چیزی باقی نمیمونه، چون بقیه در عرض او نبودن. بقیه به قیومیت او و به ایجاد او ایجاد شده بودند، نه اینکه اونها باشن خدا هم باشد، بعد بین اینها و خدا همون چیزی که ما میشناسیم، همون رابطه‌ای که ما داریم، اونگونه نیست. لیس کمثلهی شیء، حتی در مالکیت. لذا این مالکیت ها رو باید حواسمون باشه که همیشه مالکیت برای حق به اضافه اشراقیه است، نه اضافه مقولیه. مالکی جان غلطه دیگه، چرا غلط نیست؟ عرض کردم دیگه، وقتی که ما میگیم که آسمانی هست، خدایی هست، بعد آسمان مال خداست، یعنی آسمان رو در عرض چی گرفتیم؟ میشه بین شیئی با خودش رابطه برقرار بکنیم؟ بگیم که این مال اونه؟ مالکیت همیشه در کجا محقق میشه از مالکیتی که ما میشناسیم؟ بین شیء و غیرش، این میشه مالکیت مقولیه. اما اون جایی که شأنشه، شأن فوق این چیزیست که بخوایم بگیم این مال اونه، این مال اونه خیلی ضعیفه و غلطه، حده، یعنی این غیریت رو لحاظ کردیم. اما در اون جایی که مالکیت حقیقی است، جا برای غیر باقی نمیمونه که بخواد نسبت مقولیه رابطه برقرار بشه که بگیم این هست، خدام هست، بعد این در حقیقت مال خداست. مثل کتاب هست، من هستم، کتاب مال منه. دقت میکنید؟ این که کتاب هست، من هستم، کتاب مال منه، این در حقیقت مال ضعف منه که کتاب با من رابطش یه رابطه جداییست، در عرض من وجود داره، محدودم من در ارتباطم. کتاب در حقیقت یه شیئیست، من باشم یا نباشم اون هست، منم یه شیئی هستم، بعد بین من و اون رابطه برقرار شده. اما اونجایی که این شیء عین ربط به اون یکیست، اصلا رابطه مقولیه و مالکیت به اصطلاح اعتباریه برقرار نمیشه. بله بله، ما بنا بودی خود تندتر بخونیم، مثل که هر باری که قصد میکنیم تندتر بخونیم کندتر میشه. اینم عرفت الله به فسخ العظائم، تا نگفتیم، گفتیم نمیگیم، بلکه انشاءالله تندتر بشه، ولی دیدیم نه، به گفتنم نیست، همین که تو ذهنمونم خطور میکنه معلوم میشه که دستمونو شیطان میخونه. البته انشاءالله به شیطان منتسب نیست، خود خدای تعالی اراده میکند که این بیشتر توش توقف داشته باشی. فکل ما صدق علیه اسم شیئن فهو مخلوق لله منسوب علیه علا ما یلیق. این دائما این قید داشته باشیم، مخلوق لله منسوب علیه علا ما یلیق و به صاحت قدسهی و کماله، همون گونه که در رابطه با خالقیت خدا امکان دارد. نه خالقیت خدا مثل خالقیت من باشه نسبت به افعالم، نسبت به آثارم، که این خیلی در حقیقت بازم نسبت به این لیت که مثلهی شد، اینم باز ضعف توشه. اما یه مثال هست. بله، وقد جمع فی آیات اخر بین الاثباتین، پس اینجا همه رو نسبت به خدا داد. جمع فی آیات اخر بین الاثباتین جمیعا، هم به فاعل نسبت داده هم به خدا. فنسب الله، یعنی نسب الفعل الی فاعله و الی الله سبحانه معا، یا نسب الفعل الی فاعله و الی الله سبحانه معا، که قوله تعالی و الله خلقکم و ما تعملون، هم شما رو خلق کرده هم ما تعملون رو. تا میگه ما تعملون یعنی عمل رو به شما نسبت داده، عمل شما دیده. دقت میکنید چقدر ظرافته؟ اما خدا عمل شما رو هم او خلقه، یعنی هم عمل شماست هم خالقش اوست. نفرمود که خدای تعالی خلق کرده شما را و در حقیقت خلق کرده به اصطلاح اسم عمل نیاره که به شما منتسب باشه، یا آثاری را یا اشیای دیگری را که شما فکر میکنید اون عمل شماست. نه، والله خلقکم و ما تعملون، و ما تعملون یعنی نسبت داره به شما، اما در این حال خالقش خداست. درسته؟ این تعبیر چقدر زیباست، این توحید افعالیه. و الله خلقکم و ما تعملون، فخدای تعالی نسب اعمال الناس الیهم و نسب خلق انفسهم و اعمالهم الیه تعالی، یا نسب مجهول بخونید که عظمت
فاعل باشد. نسب اعمال الناس الیهم، هم نسبت داده شده اعمال الناس الیهم به مردم و همچنین نسبت داده شده خلق انفسمون تا نسبت، چون فاعل قبلا اومده دیگه راحت تره، و همچنین خلق انفسش و انفسشون و اعمالشون رو الیه تعالی. مثل چی؟ در اون جایی که مثل نبی ختمی است میگه و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، و ما رمیت اذ رمیت، اذ رمیت یعنی تو انداختی، اما ما رمیت، دقت میکنید، هم تو انداختی هم تو فاعل نیستی. این تعبیر چقدر زیبا و دقیق در بیان توحید افعالیه. منتها این مقام علم به علمش مربوط به نبی ختمی است که به این مرتبه کمال رسیده که این رو مییابد. ما در افعالمون این رو نیافتیم، نفهمیدیم، یعنی لذا باعث میشه که عمل رو عمل خودمون میبینیم، اما اونجا علم به علم هم محقق شده و این کمال و فنا محقق شده، اما در ما این علم به علم محقق نیست. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، هم در اینجا هم نسبت داده شده رمی الی رسول الله و نفاه عن و نسبه الی الله تعالی الی غیر ذلک من الایاتی که دلالت بر هر در حقیقت دو نسبت دارد، هم نسبت به انسان میده فعل رو، هم نسبت به خدا میده، و این دو نسبت در عرض هم نیست، در طول هم نیست، به اون معنایی که عرض کردم به معنای احاطی است، و الا در طول به فاعلیت ازلی منجر میشه. دقت کردید که سلسله باشد و وسائد به اصطلاح محفوظ باشند، اونجور هم نیست. و من هذا الباب آیات اخر تجمع بین الاثباتین به طریق عام، این طریق خاص بود، اینجا به طریق عامه، که قول تعالی و خلق کل شیء فقدره تقدیرا، خدای تعالی هر چیزی رو خلق کرده، فقدره تقدیر، قدره تقدیرا یعنی خصوصیت هر چیزی هم چی شده، حفظ شده تو اون مرتبه تقدیر و اندازه. خلق کل شیء اما فقدره تقدیرا، که این قدره تقدیرا نشون داده که مثلا در موطن انسانی انسان هم فاعل است، در موطن مادی فاعلیت ها و فعل مادی است، قدره تقدیرا، تو مرتبه تقدیر هم خصوصیات تقدیر هم رعایت شده. انا کل شیء خلقناه به قدر الا انقال، که این تو سوره قمر است که آیات وسطش رو که و ما امرنا انا کل شیء خلقناه به قدر و ما امرنا الا واحده کلمه بالبصر و لقد احلکنا اشیاءهم فهل من مدکر و کل شیء فعلوه فی الزبر و کل صغیر و کبیر مستد، که در حقیقت میخواد بگه که هر صغیر و کبیری در قچی شده نوشته شده است در اون کتاب، محفوظ است هر صغیر و کبیری در هم در اون کتاب چی شده، اما انا کل شیء خلقناه به قدر، اندازه محفوظ است، اون قابلیت ها لحاظ شده، حدود لحاظ شده است، که این در عینی که فاعلیت کل رو نسبت به خدا میده، اما حدود رو هم چیکار کرده، حدود رو هم بهش نظارت دارد، توجه دارد. و این تقدیر کلش یا آیه شریفه و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، فان تقدیر کل شیء هو جعله محدودا به حدود العلل الماديه و الشرائط الزمانيه والمكانيه، یعنی اینجور نیستش که فاعلیت تنهای الهی اون فاعلیتی است که حد بر نمی دارد، اگر این حدی دارد، حد مربوط به چیه؟ مربوط به ضعف قابلی است، ضعف قابلی است که اینو در این حد مییابد، و الا این گونه نیست که و ما امرنا الا واحده کلمه بالبصر، او یه امر واحد بیشتر در کار نیست، اما این قابلیت ها هستن که به ضعف خودشون به اندازه خودشون میگیرن و لذا حدود معینه پیدا میکنن، هرچند این حدود معینه پیدا کردن هم قابل هم اساسش از کجا نشأت گرفته؟ از نظام علم الهی که بیانش ایشالله بعدها میشه. به این سه مرتبه کرد، عموم مردم، حکما، بعد قرآن، یعنی در حقیقت تو مرتبه سوم هرچند دلایل فلسفی هم بر این اقامه میشه و اقامه شده، بر توحید سانه اقامه شده، اما اینجا حقیقتی رو داره میاره به عنوان در حقیقت این آیه، چون در مقام تفسیر آیه است دیگه، اینجا که داره مقام اون بیان این که اعمال چگونه در عین این که منتسب به انسانن تفویض نیست، داره این رو بیان میکنه دیگه، درسته؟ سه بیان دیگه، منتها این سه مقام در سه مقدم است، که اگر کسی علیت رو قبول نکند، یا اگر کسی نظام علیت رو به علت العلل منجر نکند، به واجب نرساند ممکن را، سومی اثباتش امکان پذیر نمیشه از مقام نقل هم،
چون در حقیقت این دوتای قبلی ثابت شد، وقت سومی چی میشه؟ به راحتی قرآن با اون دوتا این سومی رو به راحتی اثبات کرده. هرچند دلیل سوم که وحدت ثانه هست، توسط در حقیقت خود ادله عقلیه هم اثبات شده است. اما در اینجا به اشرف از اونها استناد میکند که نقلی است که قطعی است. لذا نقل قطعی میشه چی؟ برهان عقلی دیگه. وقتی کسی قرآن رو به عنوان نقل قطعی قبول میکنه، نقل قطعی همیشه مثل برهان عقلی از جهت یقین‌آوری دارم عرض میکنم. یعنی کسی که قرآن رو قبول داره، یه موقع میگید برای غیر کسی است که قرآن رو قبول داره، خب اونجا قرآن رو نمیشه به عنوان دلیل در حقیقت نقلی براش نقل کرد، بلکه ادله عقلیه قرآن رو برای او باید استناد کرد. اما در جایی که کسی قرآن رو قبول دارد، داره آیات رو هم استناد میکند، این دلیل نقلی قطعی مثل دلیل عقلی یقینی است. و من هذا الباب آیات اخر که تجمع بین الاثباتن که خوندیم، فان تقدیر کل شیء هو جعلهما و بالجمله فکون این خلاصه دلیل سومه. و بالجمله فکون و اثبات وجود الاله الواحد فی القرآن على اساس اثبات العلیت والمعلولیه که مقدمه اول بود بین جمیع اجزاء العالم، ثم استناد الجمیع الى الاله الفاطر الثانی که مقدمه دوم بود، الى الاله الفاطر الثانی للکل مما لا یعتریه شک ولا ریب لا کما یزعمه هؤلاء من اسناد البعض الى الله و اسناد الاخر الى علم اسناد البعض الى الله و اسناد الاخر الى علله المادیت المعلومه که این جایی که در حقیقت علتش معلومه به علت نسبت بدیم، اونجایی که علتش معلوم نیست به خدا نسبت بدیم. اینجوری نیست که در حقیقت وحدت علت وحدت اون صانع است. این گونه نیست که کثرت صانع باشد که در بعضی به خدا منسوب باشه اونجایی که مجهول باشه علت، در بعضی به علت منسوب باشه اونجایی که معلوم باشه علت. نه، وحدت صانع یعنی معلوم و مجهول دیگه یکسان میشن در علت داشتن. نعم حملهم علی هذا هذا الذم چی باعث شده که یه همچین تلقی بکنن؟ ما تلقوه من جمع من ارباب النحل، بعضی از ارباب کلیسا در مقام جایی که علت روشن نبود اونجا استناد میکردن این حوادث رو، در مقام در حقیقت استشهاد این رو مستند به خدا میکردن و پافشاری بر این داشتن که حتی اگر گاهی علم علتها رو میخواست بیان بکنه تخطئه میکردن که میگفتن این با نظام الهیت چی میشه؟ سازگار نیست. این پافشاری و غلط مطرح کردن اونها باعث شده فکر کنن که پس هر جا میگن خدا در کاره یعنی چی؟ یعنی اونجایی که مجهول العله است. من جمع من ارباب النحل الباحثین عن هذا، البته همه کلیسا هم اینجور نیستند، حرفهای دقیق در بحثهای متکلمین مسیحیت زیاده، اما این مربوط به عده‌ای بودش که این گونه مطرح شدن. ایشون هم من جمع من ارباب النحل الباحثین عن هذه المسئله و امثالها فی فلسفه عامیه، یه فلسفه عمومی و فلسفه عامی نه فلسفه خاص، کانت تنشرها الکنیسه فی القرون الوسطا او یعتمد، یا این او یعتمد علیه الضعفا من متکلم الادیان، همه ادیان متکلمین ضعیفشون، اونهایی که فهمشون در فهم عموم بوده حرفایی زدن که اون جاهایی که مجهوله رو به خدا نسبت دادن و برای دیگران تداعی شده که پس هر جا مجهول العله است علت نسبت به خداست، و اگر معلوم العله شد و علم اومد علت ها رو روشن که پس دیگه نیازی به خدا نیست. و کانت مؤلفه من مسائل محرفه، ماهی بالمسائل که اینها مسائل نیستند، مسائل علم نیستند، و احتجاجات و استدلالات واهیه فاقده لاستقامت النظر، فهؤلاء لما ارادوا بیان دعواهم الحق و نقله من الاجمال الى نقله من الاجمال الى التفصيل، در این حالت دفعهم ضعف التعقل والفکر الى غیر الطریق فامم الدعوا و توسعوا في الدليل. یعنی از یه نقطه ای که علت رو نمیدونستان و در این حال علیت خدا رو قبول کرده بودند که مجهول بود براشون، اینو توسعه دادن که هر جایی مجهول باشد این گونه است و جایی که معلوم باشد این گونه نیست. این باعث شد که این به اینجا برسد. و اینو تفصیلش رو صفحه 91 رجوع کنید. و طائفتون منهم، و هم بعضی در حقیقت از متکلمینی که از ظاهرین از ظاهریین از مسلمان ها هستند، و جمع من غیرهم لم یقدروا ان یتعقلوا معنا صحیحا در اسناد شرور به خدا. وقتی که اسناد شروع رو رسیدن دیدن نمیتونن شروع رو به خدا نسبت بدن، وقتی که نتونستن نسبت بدن مجبور شدن چیکار بکنن؟ شروع رو به خدا نسبت ندن، فاعلش رو خدا نگیرن. دقت میکنید؟ اینم یه دسته ای شد که باعث شد که علتها رو در یه جا متوقف بشن، بگن این مربوط به خود اینه و به خدا در حقیقت نسبت پیدا، که دیروز بحث مفصل کردیم که اینها فرق بین نظام اسناد و ایجاد رو
نفهمیدن که شرور شر به لحاظ نسبت ایجاد نیست، به لحاظ نسبت اسناده، که سعادت و شقاوت، شر و خیر به لحاظ نسبت اسناده و الا در نظام ایجاد اگر کسی تو نظام رابطه وجودی ببیند همه چیز منتسب به خداست. قل کلون من عند الله، که بفرماید که و طائفتون من هم و هم بعض المحدثین و متکلمین ظاهری، نه همه محدثین و متکلم به خصوص اینا اهل تسنن بودن که من ظاهری المسلمین و جمع من غیرهم لم یقدروا ان یتعقلوا معنا صحیحا لاسناد افعال الانسان الاختیاریه الى الله سبحانه علی ما یلیق بالمقام الربوبی، که اون شروره، فنفا و استناد مصنوعات الانسان الیه سبحانه، اومدن افعال انسان رو دیگه به خدا نسبت ندادن و بالخصوص فی ما وضعه للمعصیت خاصه کل خمر و آلات اللهو و القمار و غیر ذالک، و قد قال تعالی انما الخمر والمیسل والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، چون میگه رجس من عمل الشیطان و چون در حقیقت عمل شیطان به خدا منسوب نیست، اینها چیکار میکردن؟ ناخداگاه به دو فاعل در عالم قائل شدن، اهورا و اهریمن، ناخداگاه، که این افعال و مستند به شیطان میدونن، اون افعال و مستند به خدا. نمیگن شیطان هم در مقام در حقیقت وجود خالقش خداست، در مقام وجود، در مقام ایجاد، هر چند نسبت شر متوقف میشه که شر به سوی خدا صاعد نیست در نظام اسناد، اما در نظام ایجاد که دیروز فرقش گذشت. بعد ایشون میفرماید که این در حقیقت مثل اسنام و همه اینها و الله خلقکم و ما تعملون شامل در حقیقت همه اینها میشه، که بحث این قسمت تتمه بحث رو دیگه خودتون نگاه بکنید، تبیینش از خارج گذشته، تطبیقش هم ان شاء الله خودتون بکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.